این آمار بالای طلاق که همه جا هم گفته میشه، ناخواسته یک استرسی، یه نگرانی رو در خانواده ها ایجاد میکنه. دختر خانمی گفتن من سنم 21 ساله، خواستگار برام میاد، اما من اطلاعی ندارم، نگرانم هستم که نکنه با هر کدوم از این افرادی که میاد جواب بله رو بدم فردا شکست بخورم. میگن ایمان طرف تکیهگاه خوبی است. خب من از کجا بدونم؟ چهار تا کلمه صحبت کردن، امروزم که یه عده هستن به راحتی خودشون رنگ میکنن، همین که تشخیص بدن طرفشون تمایل به مذهب داره یه جست مذهبی میگیرن. واقعا این نگرانی رو در خانواده ها و در خود دختر خانم ها آقا پسرها چطوری به حداقل برسون؟ افزایش طلاق بخشش به خاطر ازدواج نامناسبه. اگر توی ازدواج ها یه دقت هایی شکل بگیره به طلاق کشیده نمیشه. البته بخشی از طلاق هم به خاطر یه مقداری آزادی هایی است که تو فضای زندگی اجتماعی پیش آمده و راحت تر افراد قبح طلاق به اون نگاه دینی که ما داشتیم که زشت ترین حلال خدا طلاقه شکسته شده و افراد ظاهراً طلاق رو بخشی از زندگی قلمداد میکنن که حالا چه اشکال داره، آدم وارد میشه، اگر دید مناسب نیست از همدیگه جدا میشه، مثل اینکه داره راجع به متعارف زندگی روزمره خودش حرف میزنه. ولی اینکه کجا وارد بشه، جلسه اول هم خدمت عزیزان عرض کردیم، اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه، اول رو این سرمایه گذاری کن. متاسفانه خیلی رو این سرمایه گذاری نمیشه. گاهی همین دیروز عزیزی آمده که بله آقا پسری دختر خانومی رو، تازه توی فضایی که خیلی هم فضای شهری نیست، اومده باهاش ازدواج کنه، 1 میلیارد براش مهریه بریدن و ایشون قبول کرده. خب مهریه 1 میلیاردی این جوان چجوری میخواد بده؟ قراره بده یا نده؟ این که خانواده دختر رو مهریه خیلی حساسن، چرا؟ آیا خلقیات و دینشون با این مهریهشون همسانه؟ اونو دیگه خیلی ندیده، ازدواج کرده و نکرده فضای نابسامانی و اجرائیه و درخواست مهریه. خلق و دین رو از کجا؟ خواهش میکنم به زیاد رکوع و سجده یک کسی نگاه نکن، به پینه پیشانی یک کسی هم نگاه نکنید. لا تنظروا الى کثرت صلاتهم، لا تنظروا الى طول رکوعهم. نه نه نه، اگر شما رفتی توی فضای اجتماعی، کسانی که از نزدیک باهاش مانوس بودن، فضای تحصیلی و شغلی حداقل و حد نابش گفتیم، کسانی که 10 سال 15 سال تو فضاهای بدون فیلتر همه رفتارهای این عزیز رو دیدن، برو دل اون رو به دست بیار، براش هدیه ببر، بهشم بگو من با تناسبها کار دارم، سوالم اصلا از خوبی و بدی پسر عمو یا دختر عمه شما نیست، فقط میخوام ببینم این دختر و پسر تو این روحیات مناسب هستند یا مناسب نیستند. این رو بگو پیدا کن، اگر پیدا کردی ایمانش همین، صدق الحدیث 1، اداء الامانه 2، ازش تجلی بیدینی ندیدن. در موقع نمازش نمازی میخونده، روزهی میگرفته، ازش جلوه ها و شعائر غیر مذهبی دیده نشده، همین مقدار برای دینداریش کاف، لازمه که شما اقدام کنید. اخلاقش هم از کسانی که نزدیکن، شاید شما بگی مگر دختر عموش حتما به من راست میگه، این دیگه هنر شماست، دختر عمو رو کجا پیدا کنی، شمارش رو از کی بگیری، کی بفهمه شما با دختر عموش تماس گرفتی یا نگرفتی، دختر عموش مقابل عمو بخواد جواب بده یا جداگانه، توانستی دلشو به دست بیاری، هدیه ای بهش دادی، بهش گفتی فلانی
نمیخوایم ازدواج اینها خدای نکرده فردا به جایی برسه که ببینن تناسب نداره. میخوایم اگه ازدواجی شکل میگیره ازدواجی شکل بگیره پایدار. اگرم قسمتشون نیست، دختر عموی شما انشالله با بهترین کس ازدواج کنه، پسر ما هم انشالله خداش بزرگه براش دختری پیدا میشه. اگر این مقدماتش چه سخته به خوبی انجام بگیره، مطمئن باشید این مقدار تحقیقات برای خلق و دین مقداریه که وظیفه ما رو تأمین